اینجا لندن است رادیوی بی, بی سی. این چشم اندازه بامدادی است در ساعت هفت بامداد تهران هشت درد کابل و هشت در دوشنبه درود بر شما داریش راجبی سهشنبه سه شنبه از اسفند سوم مارس گسترش دامنه شیوع کرونا کشورهای تازه به جمع کشورهای آلوده به این ویروس پیوستند ایران میگوید از امروز بسیج ملی شکست کرونا را آغاز میکند ایمنی وجود نداره بنابراین این ویروس تقریبا به تمام کسایی که میتونه منتقل میشه و اغلب افراد ایمنی خاصی در مقابلش ندارن این برخلاف مثلا آنفلانزاست که یک قسمتی از جامعه ایمنی دارن میزان مشارکت در انتخابات سراسری تاجیکستان بیش از 86 درصد آمار رسمی چنین است در کشورهای مثل تاجیکستان هرچند مردم از سیاست دورن واقعا آماری مشارکت همیشه بالا است این آمار همش در دستی مقامات است که خودشون از پیش خودشون اعلام میکنند از تلاش ها برای تعیین نامزده حزب دموکرات آمریکا در انتخابات هم خواهیم گفت و موضوعات بسیار دیگر پیش از همه تازه ترین خبرهای جهان از محمد صباهی تهیه کننده برنامه امروز بامدادتان با خوش عربستان سعودی، تونس، مراکش و سنگال از جدیدترین تازه واردها به لیست کشورهای درگیر با ویروس کرونا هستند. مورد ثبت شده در عربستان فردی که از ایران و از طریق بحرین وارد آن کشور شده در آمریکا شمار قربانیان ویروس کرونا به چش نفر رسید است مقام های ایالت واشنگتن میگوید احتمال دارد این ویروس برای چهار هفته بدون آنکه کسی متوجه شود در حال شیوع بوده و احتمالا توانسته تا 1500 نفر را آلوده کند امیر پیام گزارش میدهد چهار نفر از شش قربانی کرونا در ایالت واشنگتن مقیم یک مرکز نگهداری از سالمندان بودند و گزارش شده دست کم دو نفر از آنها دارای بیماری های مزمن بودند. مقام های این ایالت میگویند با وجود سه برابر شدن آمار جان آن هم تنها در یک روز فعلا بنا ندارند مدارس را به طور سراسری تعطیل کنند و دستوری هم برای لغو رویدادهای بزرگ عمومی صادر نشده اما انتظار دارند با آغاز نمونه گسترده در نواحی حومه شهر سیاتل آمار مبتلایان و شاید قربانیان کرونا باز هم بالا برود مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت است که توافق با طالبان مشروط است و آمریکا رفتار طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد تا میزان پایبندی آنها را به تعهداتشان ارزیابی کند طالبان گفتند که حمله به نیروهای دولتی افغانستان را از سر خواهند گرفت ولی بر اساس توافق با آمریکا با نیروهای خارجی درگیر نخواهند شد مارک اسپر همچنین گفته که اطلاف بینالمللی هنوز راه طولانی در افغانستان در پیش رو دارد My پیام من به اطلاف نیروهای به رهبری امریکا در افغانستان این است که مراقب اوضاع باشند چون هنوز هم ما مورد دشوار و طولانی پیش رو داریم خبرهای جهان را از بی بی سی فارسی میشنوید نتایج اولیه انتخابات اسرائیل که رسانه های این کشور منتشر کردند از پیشتازی حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل حکایت دارد اگر نتایج رسمی با آمار منتشر شده از سوی رسانه های اسرائیلی مطابقت داشته باشد آقای نتانیاهو و متحدانش در طیف در طیف راست احتمالا با اختلاف یک کرسی قادر به کسب اکثریت در پارلمان یا همان کنست و تشکیل دولت آتی نخواهند بود کمیسیون انتخابات تاجیکستان میگوید که چهار میلیون و تن از واجدان شرایط دهی در این کشور یعنی بیش از 86 درصد رای دهندگان در انتخابات سراسری یکشنبه گذشته شرکت کردند در مجلس تاجیکستان 68 کرسی وجود دارد که در پی انتخابات اخیر 47 کرسی آن به نمایندگانی از حزب خلق دموکرات حزب حاکم این کشور تعلق گرفته و همزمان با بالا گرفتن اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر نحوه اسکان پناهجویان فراری از سوریه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از یونان خواسته به تعهداتش طبق قوانین بین‌المللی عمل کند درود بر شما که در این بامداد ایران افغانستان و تاجیکستان به چشم انداز بامدادی بی بی سی پی وستید و همینطور از اقصانقات جهان در بامداد استشنبه 13 همه اسفند سوم مارس داریش رجبیان هم با آرزوی بهروزی به یکایی یک که شما البته ویروس کرونا همچنان در سرخط خبرهای جهان جا خوش کرده چون کشورهای تازه‌ای به اون آلوده شده اند عربستان سعودی تونس مراکش و سنگال در فهرست کشورهای آلوده به کرونا تازه ترین ها هستند فرد مبتلا به کرونا در عربستان از ایران از راه بحرین به این کشور سفر کرده این در حالی است که همین چند روز پیش مقام های عربستان در یک اقدام بی سابقه مانع از ورود شهروندان خارجی برای ادای حج عمره در مکه و مدینه شده بودند در ایالات متحده آمریکا هم شش تن بر اثر ابتلا به کرونا جان دادند همگی در ایالت واشنگتن در کرانه غربی آمریکا چند دادی تازم داریم از گشت و گذار ویروس کرونا در جهان از همکارم سیاوش در اروپا آلمان رو داریم که دیروز 150 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا رو اعلام کرد در پرتغال ما اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا رو شنیدیم اون هم از طرف کسانی که به ایتالیا سفر کردن ایتالیا میدونیم که در اروپا امروز کانون اصلی شیوع ویروس کرونا هستش و در بریتانیا هم الان رقم مبتلیان رسمی به داشتن کرونا به چهل مورد رسید و امروز هم جلسه یه ستاد ویژه مقابل با کرونا در دولت بریتانیا امروز یک نشست فوقلادهی رو برگزار کرد ولی خبری که از این نشست بیرون آمد بیانیه بود که این ستاد دیروز منتشر کرد بیانیه وحشتناکی که بدترین سناریوی به گفته خود چون منطقی و ممکن رو از آینده شیوع کرونا در بریتانیا ترسیم کرده بودن حاکی از اینکه ضریب ابتلا به کرونا در داخل بریتانیا به 80 درصد برسه با نیم میلیون کشته و این سناریویی بود که خب برای خیلی از کشورهای غربی یا هر کشور دیگه میتونه لرزه بر اندام جامعه و افکار عمومیشون بندازه در استرالیا که تا الان 37 مورد ابتلا گزارش شده ما شاهد بودیم که مردم هجوم بردن به سوپرمارکت ها و به عبارتی خیلی از اقلام مغازه ها رو قارت کردند و این سایه نگرانی ها حتی به اقتصاد هم ضربه زده یعنی الان ضرری که به اقتصاد جهانی به خاطر این شوی کرونا وارد شده معادل رکود اقتصادی سال 2008 هست همین دیروز اعلام شد که نزدیک به 5000 میلیارد دلار از ارزش سهام بازارهای بورس در سراسر سر جهان کاسته شد و سی دارن در آمریکا هم موضوع تست گرفتن و شویع ویروس جنجالی شده میشه از جزئیاتش بگید لطفا در آمریکا الان ما 66 مورد رسمی ابتلا به ویروس کرونا رو داریم با اینکه مثلا در جایی مثل بریتانیا ده هزار مورد تست شدن ولی در آمریکا بیش از سه هزار مورد تست نشدن الان آمریکا هفتاد هزار کیت تست کرونا رو داره که رقم زیادی نیست و بعدا متوجه شدن که خیلی از اینها هم آلوده بوده و درست تست رو تشخیص نمیداده و خیلی مبتلین زیادی دارن که این ازش خبر نداشتن برای همین روزنامه نیویورک تایمز به نقل از متخصصانی که در خیلی از این مراکز درمانی کار میکردن گفتن که احتمال شیوع کرونا در چندین ایالت آمریکا خیلی زیاده چون امکان داره خیلی از اونهایی که تست گرفتن به هر حال ناقل این ویروس بودن و این رو گسترش دادن بنابراین این صحنه یک جدال سیاسی شده بین دولت ترامپ که اطمینان میده همه چیز رو زیر کنترل داره و منتقدهای او به ویژه در حزب دموکرات آمریکا و البته همچنان چین هست که کانون اصلی شوی ویروس کروناست از آمار چین چه چی میدونیم به کجا رسیده؟ آمار جدید چین دیروز یک جهشی رو نشون داد بعد از یک هفته کاهش در تعداد آمارهای رسمی اما چه که ما باید الان منتظرش باشیم نه این جهش های اندک هست بلکه بازگشت 300 میلیون نفر به سر کارشون بعد از یک مرخصی تمدید شده طولانی مدت اینها وقتی برمیگردن به سر و کار و زندگیشون میتونن هر کدومشون حامل این ویروس باشن اگر اون قرنطینه ها جواب نداده باشه بنابراین حالا که اینا برگشتن به سر و کار و حالا که دوباره چرخهای اقتصاد چین قراره به حرکت در بیاد این تعداد میتونه تعداد خیلی زیادی باشه تا الان سه هزار نفر بر اثر کرونا در سراسر سر جهان فوت کردن که 90 درصد اینها در چین هست و اون چه که نگران کننده است در هند هست که دو مورد جدید ابتلا رو در دهلی نو امروز شنیدیم که اونجا یک جای بسیار شلوغ و پرجمعیتی است که تقریبا قرنطینه کردن آدم ها و من کردن رفت آمد هاشون غیر ممکنه اما اون که غیر ممکن نیست کره جنوبی است که رهبر یک فرقه مذهبی که باعث شد دو هزار مورد ابتلا به کرونا در این کشور شیو پیدا بکنه امروز مقابل خبرنگاران به خاک افتاد و عذرخواهی کرد با همکارم سیاوش اردلان صحبت می کردن و ما در ایران دیروز مقام های بهداشتی اعلام کردند که 1501 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و این ویروس تا کنون جان 66 تن را گرفته است. ایران همچنان از کانون های اصلی شیوع ویروس کووید 19 در منطقه و جهان است. از فرین آسمی تازه های ویروس کرونا در ایران را بشنویم. روز جدید آمار جدید. سایه کرونا هنوز بر سر ایران است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تهران با 575 مورد، قم با 201 مورد و گیلان با 163 مورد بیشترین تعداد مبتلایان در ایران را دارند. البته منابع غیر رسمی می گویند آمار واقعی احتمالا بیشتر از این است. علی رزا رئیسی معاون وزارت بهداشت این 24 آزمایشگاهی که در سطح کشور را کردیم تستی که اونا انجام میدن یک تست غربالگری است. تست غربالگری اگر مثبت باشه همراه با علام بیماری اینها به عنوان بیمار مثبت تلقی میشن و درمان انجام میشه ولی برای قطعی کردن جو آزمایش این آزمایش ها ارسال میشه به تهران و ما تست آزمایش قطعی رو اعلام میکنیم بنابراین این آماری که ما الان خدمت شما ارائه کردیم موارد قطعی هست که ممکنه بعضی موقع در بعضی از استان ها اعلام میشه که این آمارا رو باید مد نظر داشته باشیم <ماری های آلم>... گرچه مقام های ایران متهمند که درباره آمار ابتلا به کرونا مخفی کاری کردند علی ربیعی سخنگوی دولت که امروز به صورت کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران صحبت میکرد نظر دیگری دارد اتفاقا ایران جزو شفاف کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی ها از تمام ظرفیت های خود برای پیشگیری کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. نتیجه تست کرونا پرستار 25 ساله گیلانی نرجس خاندیزاده شاغل در بیمارستان میلاد لاهیجان که هفته پیش فوت کرده بود مثبت اعلام شده. پیشتر مسئولان بیمارستان گفته بودند او به علت آنفلانزا درگذشته. در تازه ترین مورد فوت در بین مقام های حکومتی محمد میرمحمدی محمدی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام درگذشته مادر او هم چند روز پیش بر اثر ابتلا به همین ویروس فوت کرده بود او خواهرزاده آیت الله موسوی شوبیری زنجانی از مراجع تقلید قوم است که رئیس دفترش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته و اعلام شده که خودش در قرنطینه است بعد از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به ایران عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که جمهوری اسلامی به نیت آمریکایی ها شک دارد و خیلی روی این کمک ها حساب نمی کند وزارت خارجه آمریکا به تازگی در بیانیه‌ای با امضای مایک پومپئو اعلام کرده بود که آماده کمک به مردم ایران برای مبارزه با ویروس کرونا است اولین بار در جهان که در مقابل سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از اعزام از نیروهای بهداشتی و درمانی به در خانه ها خبر داده این تر با تشکیل 300 هزار اکیپ در مملکت از دو روز آینده شروع خواهد شد امشب من ساعت 8 نیم با تمام رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ویدیو کنفرانس دارم طرح رو با هم تشریح می‌کنیم و از پس فردا حدود 300 هزار اکیپ رو تشکیل خواهیم داد با کمک عزیزانمون در سازمان بسیج مقام های ایرانی میگویند اعزام مشمولان خدمت سربازی که قرار بود در روزهای آینده برای گذراندن دوره های آموزشی به پادگان ها بروند تا اردی بهشت به ماه سال بعد به تعویق افتاده. مدارس هم تا آخر هفته تعطیل هستند اما تصمیم درباره ادامه این تعطیلی به پنجشنبه موکول شده. سوئد اعلام کرده که برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا پروازهای ایران ایر از ایران و به ایران را لغو کرده. همزمان سازمان بهداشت جهانی نخستین محموله تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا به ارزش بیش از 300 هزار دلار شامل دستکش، ماسک و دستگاه تنفس مصنوعی را همراه شش پزشک به ایران فرستاده. به گفته این سازمان حدود هزار کیت آزمایش شناسایی کووید 19 در این محموله است که برای آزمایش 100 هزار نفر کافی است. همزمان بریتانیا، آلمان و فرانسه اعلام کردند محموله از وسایل آزمایشگاهی، دستکش و تجهیزات اولیه پزشکی برای مقابله با کرونا به ایران می‌فرستند. آنها قرار است 5 میلیون یورو هم به ایران کمک مالی بفرستند. خب همونگانی که در این گزارش فرین آسمی اشاره شد سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تیمی از کارشناسان این سازمان برای کمک به ایران و حمایت از اقدامات این کشور در مقابل با شیوع ویروس کرونا کووید 19 وارد تهران شده اند به گفته یه سازمان جهانی بهداشت محموله ای از تجهیزات پزشکی هم همراه این گروه به ایران فرستاده شده که شامل کیت های آزمایشگاهی برای تست و تشخیص ابتلا به کرونا برای حدود 100 هزار تن است همزمان آنگونه که شنیدیم وزیر بهداشت ایران گفته که از امروز یعنی سه شنبه بسیج ملی شکست کرونا در ایران اجرا می شود با اعزام 300 هزار اکیپ غربالگری خانه به خانه در سراسر ایران برای پیدا کردن بیماران کرونایی البته هنوز جزئیات این اکیپ های درمانی و نحوه کارشان مشخص نشده در این باره گفتگویی داشتم با دکتر امین مقدم استاد ایمن شناسی ایمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد انگلستان از او پرسیدم فرستادن این تعداد آدم به خانه های مردم برای شناسایی موارد احتمالی و یا حتمی ابتلا به ویروس کرونا چطور می تواند به پیشگیری از گسترش این ویروس کمک کند؟ خب ببینید اینجا چند تا مسئله مطرحه در مسئله اول اینه که ما یک اپیدمی الان باش مواجه هستیم که یک ویروسی که انتقالش بسیار بالاست و به گزارش ابتدایی در سه چهار ماه اول نشون میده که این ویروس دست کم هر یک نفر سه نفر رو میتونه به صلاح افونی کنه خب این معمولا اینجور مطالعات حتی مقدار رو کمتر در نظر میگیره به خاطر اینکه خیلی از کسایی که افونی شدن رو ما نمیدونیم برای اینکه به صلاح علامتی ندارن بنابراین ما با یک چیزی با یک ویروسی مواجهیم که میگیم اینفکتیویتیش افونزایش بالاست از هر یه نفر سه نفر حداقل و بعد در مرحله بعد این در به جمعیت جهانی ایمنی وجود نداره برای این ویروس تقریبا به تمام کسایی که میتونه منتقل میشه و کسی اغلب افراد ایمنی خاصی در مقابلش ندارن این برخلاف مثلا آن که یک قسمتی از جامعه ایمنی دارن واکسن زدن یا اینکه قبلا به این ویروس مبتلا شدن و ایمنی خاص دارن سومین مسئله اینه که این ویروس تا حالا نشون داده که حداقل یک آمار مرگ میره در حد دو درصد داره حالا ممکنه این یک کم بیشتر و کمتر باشه یعنی از هر صد نفری که مبتلا میشن حدود 7 -8 نفر احتیاج به پشتیبانی ریوی و پشتیبانی به سال اینتنسیو دارن در بیمارستان بخشای خاص و از این تعداد مراقبت ویژه بله. احتیاج دارن و از این تعداد در نهایت حتی در بهترین شرایط یک درصد ممکنه که کشته بشن این باز آمارش بسیار بیشتر از آنفلانزای عادی فصلیه خب ببینید وقتی که ما با همچین چیزی مواجهیم که میتونه در عرض چند هفته ده هزار تا صدها هزار رو یا حتی میلیون به صلاح افونی کنه و در این حد قابل بیم قابلیت بیماری زایی داره یه سری مسائلی که کشورها خیلی سعی میکنن که اونا رو مطرح رایت کنن اولین مسئله اینه که از قبل برنامه داریم و, و مسئله مهم اینه که ما آمار عفونت ها رو از ابتدا نگه داریم بدونیم که در عفونت از کجا وارد شده چه تعدادی هست به صلاح مناطق خاط یا داغ عفونت یعنی اونجایی که عفونت بیشتره و از اونجا به جای دیگه پخش میشه کجا هاست میبینید که یک کشوری مثل ایتالیا و چین میان سریع این قسمت های خاط رو ایزوله میکنن <applause> و بعد باید یک به اصطلاح استیمت واقعی داشته باشیم که چقدر فکر میکنیم که این پخش شده و باید چه کسایی رو تارگت کنیم یعنی مورد هدف قرار بدیم اونا رو تست کنیم و باید در نظر داشته باشیم که در نهایت همین تست رو که انجام بدیم ما چطوری میتونیم امکاناتمون رو بسیج کنیم برای کسایی که احتیاج به اون مراقبت های ویژه رو دارن برای که در واقع اونها که بیشتر از همه مورد خطر این بیماری هستن به نظر میرسه که بسیاری از افراد جامعه ممکن این بیماری رو بگیرن حتی بدون علامت یا خفیف و رد بشه بنابراین ما هدفمون اون چند درصدن و سه تا هدف پس ما اینه که بدونیم عفونت کجا هست بدونیم که سیستم کاملی در دست داشته باشیم که بتونیم به اصطلاح خدمات بدیم که حالا من میتونم راجع به این صحبت کنم و سوم اینه که آماده درمان باشیم آماده نگهداری از این افراد باشیم حالا اگه مشخصا آقای دکتر مقدم درباره ایران بازم صحبت بکنیم اگر بعد از استفاده از این کیت ها مشخص شد که کسی مبتلا به ویروس شده یا احتمالش هست که مبتلا شده باشه چه کار باید کرد به خصوص در کشوری مثل ایران که شماره مبتلاین بسیار زیاده و همینطور رو به افزایشه ببینید تا اینجا که من میدونم ما به هیچ وجه تمام کسایی که فکر میکنیم ممکنه که این ویروس داشته باشن تست نمیکنیم به دو دلیل اولا اینکه در جاهایی که خیلی این پخش شده ممکنه تعداد خیلی زیاد باشه کیت ها بستگی داری من نمیدونم کیت هایی که ایران گرفته از کجاست به حال مثلا اداره CDC آمریکا یه سری کیت آماده کرده استانداردهای خودشون دارن چین هم یه سری کیت داره این کیت ها طبیعتا بد نیست به مقدار بسیار بالا میتونه اگه کیت, ها این کیت های استانداردی باشه که از این کشور اومده باشه میشه تا حد زیادی ویروس رو دیتکت میکنه ما ولی همونطور که شما گفتین موضوع اینه که بعد از اینکه ویروس رو ما فهمیدیم آیا چیکار میخوایم میکنیم مثلا فرض کنید از صد نفر اگر هشتاد نفرشون ویروس رو دارن ولی فقط ناقلن ما چیکار میتونیم برای اینها بکنیم اصلا آیا لازم هست اینا تست بشن اگه سیمتوم ند... یعنی اج... آم... 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 علامتی ندارن و آم... 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 در نهایت اون که تعدادی رو که ما تارگتمون اینه که اون تعدادی رو که واقعا احتیاج به مسائل بیمارستانی دارن که تعداد کمی نخواهد بود در هر هزار نفر ممکنه به ده ها نفر برسه این موضوع ست هزار نفر تعداد خیلی بیشتر میشه باید ببینیم که آیا تو شهرستان ها مکان های مشخصی رو آماده کردیم ایزوله هستن بقیه رو به صلاح افونی نمی کنن. آیا ما متخصصین رو داریم که این کار رو بکنن یه مسئله این که راجع به تست تشخیصی گفتید یه مسئله مهم اینه که اصلا آیا ما تعداد افرادی داریم که به طور کامل دوره دیده باشن که مسائل به صلاح افونت زدایی رو بتونن انجام بدن به صلاح اون پوشش های لازم رو آیا درست میتونن بپوشن برای اینکه رعایت نکردن اینها بیش ممکن بیشتر ضربه بزنه و بیماری رو پخش کنه تا اینکه ما داریم جلوی بیماری رو بگیریم دکتر امین مقدم بود استاد ایمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد انگلستان همین موضوع کرونا در ایران رو پی بگیریم که موضوع عمده روزنامه های صبح امروز تهران هم هست اگر بیننده یه برنامه هستید میبینید که فرج بالافکن اینجا در استودیو نشسته و همینطور یک بسته از روزنامه داغ, داغ داغ دست من هست فرج اونطور که میبینم موضوع کرونا داره موج میزنه در واقع در صفحه های اول از مثلا دو هفته همراه مردم شرط کنترل کرونا و اینجا خط مقدم نبرد با کرونا ویروس ناهماهنگی در مدیریت کرونا و داستانهای مختلف از جوان شروع بکنیم همون که بهش اشاره کردم دو هفته همراهی مردم شرط کنترل کرونا چی میگه بله خب همونجوری که ببخشید اشاره کردی موج میزنه این موضوع کرونا و روزنامه جوان نوشته که اگه مردم دو هفته در خانه بمونن و بهداشت فردیشون رو هم رعایت کنن و از روی ترس و وسواس به بیمارستان و مراجعه نکنن کرونا کنترل میشه البته این گفته مقام های بهداشتی بوده که روزنامه جوان هم نقل کرده اما در عین حال جوان نوشته که نظام فشل و بروکراتیک دولت و فریبکاری در میان دولت مردان در شرایط سخت کشور تا چه حد میتونه آسیب رسون باشه روزنامه خراسان هم البته به همین موضوع پرداخته در صفحه اولش ویروس ناهماهنگی در مدیریت کرونا معتقده که وجود داره منظورش چی از این بله مطلبی که روزنامه خراسان بهش اشاره میکنه به نامنگاری دو روز گذشته وزیر بهداشت به رئیس جمهور داستان کل و وزیر صنعت و معدن و تجارتی که این روزنامه نوشته که این نامه های آمیز از درد ترخی حکایت دارن که باید قبل از کرونا درمان بشه وزیر بهداشت در به وزیر صنعت نوشته بود که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و انتقال این عوام فریبی به مردم او و همکارانش به شدت مورد شمادت قرار گرفتن که به گفته وزیر بهداشت این شیوه برخورد و پیگیری بروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد روزنامه کیهان البته مطالب متفاوت داره و مختلف در این باره اینجا خط مقدم نبرد با کرونا است که در واقع گزارش اختصاصی کیهان است از بیمارستان مسیح دانشوری و البته سرمقاله کیهان را هم داریم به قلم حسین شریعت مداری این نامعادله آیا راه حلی ندارد جوابش چی به تعبیر آقای شریعت مداری تازه ترین جنایت مفسدان اقتصادی احتکار ده میلیون ماسک و سایر اقلام بهداشتی که این موضوع البته تو همه روزنامه ها منعکس شده و اونم در حالی که کشور با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنه اینجاست که آقای شریعت مداری پرسیده که آیا این نامعادله هیچ راه نداره و از مسئولان پرسیده که چرا نباید افراد نیروی انتظامی بسیج و سپاه یا به گفته آقای شریعت مداری کفان اونها به میدان بیان و با فرمان آتش به اختیار به اونها اجازه بدن که با کسب اطلاعات مردمی مختکران قاتل رو به تعبیرشون قلقم کنن روزنامه ابتکار که فکر کنم گزارش هست به قلم کیمیا نجفی از زاویه اقتصادی به این موضوع کرونا نگاه کرده اقتصاد گروگان کرونا چی میگه همینطوره کیمیا نجفی در این گزارش نوشته که ویروس کرونا دست به گریبان ایران شده و هر ایک از بازارهای اقتصادی رو با چالش روبرو کرده و ترس ناشی از اون هم باعث فلج شدن بخشهای مختلفی شده و تعداد بالایی از نیروی کار به نوشته ایشون با مشکل روبرو هستند حالا از روزنامه آفتاب یزد هم بگیم فرج که سقوط قیمت بلیت رو مطرح کرده میگه برخی مسیرهای پروازی به پنجاه تومان سقوط کرده بلیت شد دقیقا خبر روزنامه آفتابی از به نقل از دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی حاکی از اونه که خیلی از مردم بلیط های خریداری شده رو پس دادن و بلیت بسیار از پروازها هم لغو شده و تعدادی از پروازها هم به دلیل نداشتن مسافر باطل شدن بنوشته این روزنامه در حال حاضر بلیت پرواز پروازهای داخلی به شدت کاهش یافته و این مسئله لطمه و زیان هنگفتی رو به شرکت های هواپیمایی داخلی وارد کرده و باز از اقتصاد بگیم این, بار از روزنامه ایران از روزنامه دولت تصمیم های اقتصادی علیه کرونا بله روزنامه ایران نوشته که دولت در کنار برنامه های متعددی که برای مهار و کنترل ویروس کرونا در کشور داره حالا وارد موضوع مشکلات فعالان اقتصادی هم شده چرا که بعد از شوی این ویروس مخصوصا در یک هفته اخیر به یکباره کسب و کار بسیار از مشاغل که هر سال در این ایام ایام نوروز روزای پر رونقی داشتن حالا با رکود مواجه شده این در حالی است که به طور سنتی کاسبان به امید فروش شب عید به صورت اعتباری و با دریافت تسهیلات بانکی اجناسشون رو تعمین میکنن اما امسال تمام حساب کتاب های این عده به هم خورده از یک طرف فروشگاه خلوت کنده و از طرف دیگه مردم خودش رو در خونه حبس کردن و قرنطینه شدن در, قی... در حقیقت به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که این اقساط بانکی رو دو ماه دریافتش رو به تعویق بندسه سپاسگزارم از همکارم فرج بالافکن که روزمای صبح امروز چاپ تهران رو که تازه به دست ما رسیدند بررسی کردیم و هم صحبت کردیم اینها نگاه روز ماه صبح تهران بود به موضوع کرونا و ما خواستار نگاه و دیدگاه شما هم هستیم همین امروز توجه کردم که تعداد بینندگان ما به شدت بالا رفته و این موضوع مطمئنا برای همه شما خیلی مهم هست ارزیابی شما از تلاش های مقام های بهداشتی ایران برای ریشهکن کردن ویروس کرونا چیست به نظر شما آیا تمهیدات لازم پیاده شده یا نه چه کار دیگه باید انجام بگیره که این بلا از سر ایران دور بشه چشم به راه دیدگاه های شما هستم دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC بی, بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار سد و دوازده 22, 22. فعلا که شما دارین نظر میدین یکی دو خبر دیگر هم بشنویم کوتاه از ایران در یک نگاه با نازنین جاوید بستکان مصطفی پور محمدی معاون امور خارجه وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری دولت حسن روحانی گفتند که پس از ابتلای او به ویروس کرونا روند درمانی او موفق بوده و از بیمارستان مرخص شده است و عباس علی کت خدای سخنگو و عضو شورای نگهبان در ایران از تایید صحت انتخابات در پنجاه حوزه انتخابیه دیگر در توییتر خود خبر داده. او پیشتر به همین روش از تایید سی حوزه گفته بود. مشخص نیست حوزه های تایید شده کدام ها هستند و شورای نگهبان در زمان فراگیر شدن ویروس کرونا چه زمانی برای تایید صحت انتخابات در بیشتر از 80 حوزه تشکیل جلسه داده است. اینجا لندن از رادیو بی بی سی چشمانداز بامدادی در بامداد سهشنبه سیزدهم اسفند سوم مارس نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در این برنامه تا این لحظه عربستان سعودی تونس مراکش و سنگال به فهرست کشورهای آلوده به کرونا اضافه شدند فرد مبتلا به کرونا در عربستان از ایران از راه بحرین به این کشور سفر کرده است مقام های بهداشتی در ایران اعلام کردند که 1501 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند و این ویروس تا کنون جان 66 تن را گرفته است. پیت بوتیجیچ، نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که روز یک شنبه از مساف کنار رفت، از نامزدی جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا در این انتخابات حمایت کرده است. و سازمان ملل متحد میگوید که نیاز برای کمک و حمایت از حدود یک میلیون آواری جنگ در شمال سوریه روزافزون است خب تا لحظات دیگر با آمریکا مستقیما در تماس خواهیم شد تا از سهشنبه بزرگ یا ابر سهشنبه حزب دموکرات اونجا بگیم که همین امروز هست و برگزار خواهد شد از سوریه و بحران مهاجرت اونجا هم خواهیم گفت و از نتیجه های انتخابات سراسری تاجیکستان فرصتی هم داریم برای مرور یکی دو کتاب تازه از ایران در این شب جای زلگناه و در این دقایقی که بیوقفه دارد به تحویل سال نزدیک می شود و در این لحظه که از ملکوت اعلا هیچ ناظری بالای سرمان نیست بیا پای من را از گلیم تنگی که برای من بافتند فراتر بگذاریم دو کتاب هفته تا حدود 19 دقیقه دیگر امیدوارم با ما بمونید. هر جا که هستید سر میز صبحانه یا در حال رانندگی می توانید چشمانداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلو نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلو هرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید ممنون از همراهان چشمانداز بامدادی بی بی سی سازمان ملل متحد میگوید که نیاز برای کمک و حمایت از حدود یک میلیون آواری جنگ در شمال سوریه روز مان با بالا گرفتن اختلاف ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر نحوه اسکان پناهجویان فراری از سوریه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از یونان خواسته که به تعهداتش طبق قوانین بین المللی عمل کند هزاران پناهجو در تلاشند با گذشتن از مرز یونان و ترکیه وارد اتحادیه اروپا شوند و پلیس ضد شورش و سربازان یونانی جلوی آنها ایستادند اما آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید که یونان حق به تعلیق درآوردن روند پذیرش پناهجویان را ندارد ترکیه که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی سوری را در اردوگاه های خود جا داده، اروپا را به نقض تعهداتش با آنکارا متهم کرده و راه عبور این پناهجویان را به سوی اتحادیه اروپا باز کرده. در این باره گزارشی داریم از همکارم مهنوش پورجایی از واشنگتن. مرز یونان با رسیدن پناهجویانی که یک بار دیگر به دنبال زندگی بهتر جانشان را کف دستشان گرفتند، در وضعیت بحرانی قرار گرفته. پناهجویان پشت سیم‌های خارداری که راهشان را به سوی زندگی بدون بمب و حمله نظامی سد کرده به نشانه صلح طلبی دستمال سفید تکان می دهند. اما روز گذشته یکی از همینها که تلاش کرد از مرز رد شود به ضرب گلوله پلیس یونان کشته شد اردوگاه های مهاجران در یونان همین حالا چندین برابر ظرفیت خود پناهجو اسکان داده گشت های دریایی یونان هم روز گذشته تلاش کردند یک کرجی پر از پناهجو را واژگون کنند و حتی به شلیک تیر به سمت آبهای مجاور کرجی دست زدند آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید یونان حق به تعلیق در آوردن پروسه پذیرش پناهجویان ندارد. قرار است امروز رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به یونان سفر کنند و با وزیر کشور آن دیدار کنند. ترکیه که بیش از 3.5 میلیون پناهجو را در کشور خود اسکان داده میگوید اتحادیه اروپا به تعهداتش طبق توافق با این کشور عمل نکرده و به همین دلیل آنکارا راه پناهجویان را برای ورود به اروپا باز گذاشته است. در چند روز گذشته که ترکیه مرز خود را باز کرده، بیش از ده هزار نفر خود را به مرزهای ترکیه و یونان و بلغارستان رساندند تا به اروپا بروند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه. اگر 100 اگر صدها هزار نفر امروز تلاش می کنند از مرز رد شوند دلیل دارد متاسفانه اتحادیه اروپا به تعهداتش عمل نکرده است علاوه بر این کشتن دو پناهجو و زخمی شدن یک نفر دیگر به دست سربازان یونانی تأثیر منفی بیشتری بر این روند گذاشته در همین حال عملیات نظامی دولت سوریه برای تسخیر ادلب ادامه دارد و ترکیه در تلاش است با عملیات هوایی و حمایت از نیروهای محلی ضد بشار اسد در این منطقه ارتش سوریه را عقب براند آنکارا میگوید شمال غرب سوریه که ادلب در آن است منطقه امن مرزی است و باید برای اسکان پناهجویان خارج از دست نیروهای دمشق بماند همین عملیات موج تازه ای از پناهجویان را به مرزهای مشترک با ترکیه کشانده که این بار به روی آنها بسته است رئیس جمهوری ترکیه گفته به دنبال توافق بر سر آتش بس در این منطقه روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و متحد بشار اسد دیدار خواهد کرد مهر نوشهپورزیه گزارش می‌داد. پیت بوتیجیچ نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که روز یک شنبه از مساف کنار رفت از نامزدی جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در این انتخابات حمایت کرده او برای ابراز این حمایت با آقای بایدن در یک گرد همایی در شهر دالاس حاضر شد ایمی کلابچار یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات آمریکا هم دیروز نامزدی خود را پس گرفت و گفت که قصد دارد در انتخابات نوامبر از نامزدی آقای بایدن حمایت کند این تحولات در آستانه شنبه یا در واقع شنبه بزرگ آنطور که به انگلیسی گویند سوپر دی انجام گرفته که همین امروز است قرار است چهارده ایالت آمریکا در مورد نامزد نهایی حزب دموکرات رأی بدن در رأس این مسافه دموکرات ها همشانان برنی سندرز هست سناتور چپگرا در آستانه این ابر شنبه سراغ همکارم هادی نیلی رو بگیریم که حالا در شهر شارلوت هست در کارلینای شمالی هادی در این رقابت ها رقبای اصلی چه کسانی هستند فعلا؟ بنی سندرز پیش تازه سناتور چپگرایی که اساسا همه این سالها مستقل بوده و رسما نامزد حزب دموکرات نبوده وقتی که برای سنا تلاش میکرده که به کنگره راه پیدا بکنه الان در چارچوب حزب دموکرات و در واقع برای, برای حامیان حزب دموکرات داره تلاش میکنه که نامزد اونها باشه ولی همیشه نامزد مستقلی بوده نامزد غیر حزبی بوده و وقتی هم که از این انتخابات حرف میزنه اسم کارزار خودش رو انقلاب میگذاره نه یک کارزار معمولی در طرف دیگه علاوه بر بنی سندز جو بایدن معاون اول باراک بومه در دوره ریاست جمهوریش هست که بیشتر طیف میانی حزب دموکرات رو نمایندگی میکنه الیزابت وارن همچنان در رقابت هست سناتوری که او هم سیاست های چپ داره ولی همچنان او هم بیشتر از هر چیز خودش رو حزبی میدونه و همینطور مایکل بلومبرگ یک میلیاردری که الان به عنوان دموکرات داره تلاش میکنه که نامزد این حزب بشه، او هم چهره غیر حزبی است و اولین بار هم هست که روی برگه های رأی انتخابات درون حزبی اسمش میاد و خیلی ناظران چشم دارن به اینکه ببینن او در این اولین حضورش در این انتخابات درون حزبی، در این رقابت درون حزبی چه کار خواهد کرد. ولی بن سندرز همچنان پیش دازه خب حالا هادی اگه فرصت رو داشته باشیم خیلی کوتاه اگه بتونیم در باری مراسم امروز صحبت بکنیم که چرا این سه بزرگ که حالا من میگم ابر سه اینقدر اهمیت داره چه چیزی اون رو فوق العاده میکنه به نظرت این سه شنبه فوق العاده از این بابت مهمه که چهارده ایالت و حدودا یک سوم اون امتیازهای ایالتی اون نمایندگان ایالتی که در نهایت اونها در گردهمایه ملی حزب دموکرات نامزد رو تعیین خواهند کرد در این انتخابات در این رقابت روز سه شنبه داره براش رای گیری میشه وزن بزرگی داره این چهارده ایالت و این یک سوم نمایندگان حزبی و این بیماری ویروس کرونا که متأسفانه روزا روزها بیشتر برنامه‌مون در واقع بخش اعظمش به اون اختصاص داره چه تأثیری بر انتخابات آمریکا میتونه بذاره هم از یک نظر ناظران حرفشون اینه که شاید این ویروس و شیوع احتمالیش در آمریکا برای با اقتصاد آمریکا سبب رکود بشه اقتصاد مسئله بوده که برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همیشه نقطه قوتش حساب می شده خودشون رو مرتبهش مباهات می کرده اگر وضع اقتصادی عوض بشه صحنه سیاسی هم شاید برای او عوض بشه از طرف دیگه این گرد همایی های انتخاباتی این ها اینها محل نگرانی ایجاد کرده برای کسانی که پشتا میدن ممکنه که همین الان همین ویروس در آمریکا شایع شده باشه این گرد همایی ها و صفوف رای و این حضور مردم ممکنه که باعث بشه این ویروس سریعتر منتقل بشه از این نظرها بیشتر مورد توجهه مثلا فرصه بسیار کوتاه دیگه هم داریم که درباره آقای ترامپ هم صحبت بکنیم که کارزارهای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا در چه حال وضعیه او در سفرهایی که به ایالات مختلف میره از همین در واقع همین ساعتی پیش در همین شهر شارلوت در کارولینای شمالی در جمع هوادارانش حاضر شد او چندان نگرانی نداره از این بابت که نامزد حزب جمهوری خواهد چون به هر حال او الان رهبر حزب و از این بابت هم به نظر میرسه خاطر جمعه که همچنان رئیس جمهور باقی خواهد ماند اینطور نشون میده به هوادارانش و تاکید میکنه بر دستاوردهایی که برای هوادارانش شعارهاش رو چهار سال پیش میداد الان به هوادارانش میخواد بگه که اون شعارها رو عملی کرده سپاسگزارم هادی با همکارم هادی نیلی صحبت میکردم در همان شهر شارلوت هست که بهش اشاره کرد درباره کارزارهای انتخاباتی که این روزها در آمریکا جریان دارد حالا سری بزنیم به تاجیکستان کمیسیون انتخابات این کشور میگوید که چهار میلیون و تن از واجدان شرایط رای دهی در این کشور یعنی بیش از 86 درصد رای دهندگان در انتخابات سراسری یک شنبه گذشته شرکت کردند رقمی که بیدرنگ شک و تردید ایجاد میکند و از این حالا برخی از کارشناسان غربی میگویند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان نشانه روشنی بوده از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و سرکوب دگراندیشی در این کشور در مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 کرسی هست که در پی انتخابات اخیر 47 کرسی آن به نمایندگانی از حزب خلق دموکرات حزب حاکم این کشور تعلق گرفته از اسفندیار آدینه تحلیلگر مسائل تاجیکستان اینجا در استودیو پرسیدم که درباره میزان مشارکت بسیار بالای رای دهندگان در انتخابات یک شنبه کارشناسان چه میگویند کارشناسان <تصفح> نظرات مختلف دارند و همیشه نتایج انتخابات های تاجیکستان همیشه سطحش بالا بوده بیش از 80 درصد بوده و حتی پیشتر تا 90 درصد و بیش از اونم بود البته در کشورهای مثل تاجیکستان هرچند مردم از سیاست دورند واقعا بسیاری از مردم اصلا توجه ندارند به سیاست اما آمار میشه آمار مشارکت همیشه بالا است چرا چرا که اونجا این آمار همش در دستی مقامات است که خودشون از پیش خودشون اعلام میکنند یعنی آیا این چیزی هست که ناظرا بگن ناظرای انتخاباتی اعتراض کردن چیزی رو ایراد گرفتن از جریان انتخابات ناظرای مختلفی از کشورهای دور بر از خود داخل تاجیکستان هم ناظرا هستند که این بسگی دارد به حزبایی که چقدر ناظر امکانی ناظر گذاشتن دارن ولی ناظرای خارجی بیشتر میان از کشورهای مشترک المنافع و گروهی شانگهای که اینا بیشتر اوقات میگن که انتخابات های شفاف و دموکراتیک برگزار شده اه. و فقط ناظرهایی که انتقاد میکنن از سازمان امنیت و همکاری اروپا هستن که سالهای پیش بیشتر می اما این خیلی کمتر آمدن چون اینا هم گفتن با توجه به اینکه که پیش از انتخابات هیچ گناه کارزاری فراگیره نبوده فکر کردن که فایده ندارد که ناظر بیشتر بفرستن و بعد از امضای توافقنامه صلح بین تاجیکان در سال 1997 نخستین بار بود که حزب نهضت اسلام اسلامی نداشتیم که پنج سال پیش به عنوان حزب تروریستی و افرادی در تاجیکستان ممنوع شد فعالیتش ولی یک حزب مخالف یا نیمه مخالفی بود حزب سوسیال دموکرات که ظاهرا موفق نشد اصلا یک کرسی هم به دست بیاره بله این حزب سوسیال دموکرات از اوایل دهه 2000 به این سو در انتخابات و شرکت میکند و هر بار هم موفق نمیشود که آرای بیشتر به دست بیارد و وارد پارلمان بشد و دلیلش هم معلوم است این حزب چندان مورد توجه مقامات تاجیکستان نیست و انتخابات در تاجیکستان اینطور است که حزب هایی که طرفدار دولت هستند طرفدار شخصی رئیس جمهور هستند یا به نحوه از اون پیروی میکنن اینو به اینا یک کم کرسوی پارلمانی داده میشه یک امتیاز داده میشه اما به حزب هایی که مخالف هستند اینو امکان راه یافتن به پارلمان ندارن شما باید در نظر بگیرید که کمیسیون انتخاباتی که در تاجیکستان هست کمیسیون مستقل نیست هرچند نامش مستقل است اما اون اعضای این کمیسیون از سوی رئیس جمهور پیشنهاد میشد و باز پارلمانی که اکثریت کلی اعضاش طرفدار این رئیس جمهور یا هم حزبیاش هستند یا به نحوه مقامات دولتی سابق هستند اینو تایید میکنند. این کمیسیون از سوی رئیس جمهور تعیین می شود و این کمیسیون نمی تواند به طور مستقل کار کند و همین چونین کمیسیون های محلی را این کمیسیون دوباره تعیین میکند ولی تا کجا کلا وجود و حضور پارلمان در تاجیکستان مهم هست حالا میبینیم که از 63 کرسی مجلس 47 تاش به دست حزب حاکم خلق دموکرات رسیده و 16 تا دیگه هم نماینده هستن که در واقع طرفدار دولت هستن نزدیک به دولت و به نظر نمیاد که هیچ نوع چند اندیشی در اون وجود داشته باشه حضورش چقدر موثر در سیاست تاجیکستان خب حضوری پارلمان در تاجیکستان دستی کم از سالی 1992 به این سو بعد از اونکه جنگ داخلی شروع شد اصلاً محسیر نبوده این سه قوایی که حکومت را تشکیل میدن اختیاراتی برابر و قدرتی برابر ندارند رئیس جمهور امامالی رحمان از قدرتی بلا مناظه و گسترده برخوردار است و حتی در تمام امور سیاسی و اجتماعی دست دارد دخالت دارد حتی رئیس های دانشگاه هم اون انتخاب میکنند <applause> و در نتیجه پارلمان هیچ کار از تقریبا مثلا بسیار از قوانین هم که باید پارلمان تهیه کند و بعدا تصویب کند نه این قوانین رو از دولت طرحش می نویسند و پارلمان میفرستند پارلمان بدونی هیچ گونه مخالفت اونار تصویب میکند و دوباره میفرستد و رئیس جمهور امضا میکند و تبدیل میشه به قانون و این قانون همش تقریبا به سودی همان دستگاه دولتی هست به طبقه حاکم هست که اونها هم زمینه فراهم میکند طبقه حاکم در قدرت بماند یعنی هیچ راه برای اینکه یک گروه مخالف یا یک گروه دیگر بتواند وارد پارلمان شود با اکثریت و بتواند در سیاست ها چالش برانگیزد وجود ندارد با اسفنجار آدینه صحبت میکردم تحلیلگر مسئله تاجیکستان اینجا در استودیو درباره انتخابات پارلمانی کشور که روز یکشنبه برگزار شد و ما پیام های شما به اندازه زیاد هست که واقعا نمیتونم قول بدم که همشون رو بخونم تلاشم رو خواهم کرد از فیسبوک شروع میکنم از هیرکان که مدتها بود نظر نمیداد نوشته که به جای اینکه قوم رو قرنطینه کنن کشور رو به امون خدا رها کنن و با دادن آمار دروغ به مردم به قول خودشون شرایط رو مدیریت میکنند. اتفاقا کرونا آمده تا پته این نوبی مدیریتی ها رو به قول هیرکان روی آب بریزه بهمن نوشته که گمانم پیش بینی و آماری که دولت انگلستان راجع به کرونا داده واقعی تر از آمار کشورهای دیگر به خصوص ایران می باشد فریده میگه حقیقت و واقعیت رو به مردم بگن اعتراف کنن که سهلنگاری کردند آبدی نوشته اگر مطابق طبیعت خلقت انسانی زندگی می کردیم و به جای هزینه های سرسام آور برای ساخت سلاح های جنگ و ویرانی بودجه کشورها را هزینه آموزش اصول اخلاقی،, اصول اخلاقی صحیح زندگی کردن صرف شده بود تا مردم جوامع مختلف میدانستند چگونه بخورند و چگونه بخوابند ویروس های وحشی به جامعه انسانی سرایت نمیکرد. افشین گفته یعنی الان کرونا هر پنج قاره رو آلوده کرده آسیا و اروپا بیشترین آمار رو دارند امیدوارم توی آفریقا با شرایط و امکاناتی که دارند به زودی متوقف بشه و یعنی آمار تلفات بیشمار خواهد شد پیام ها در فیسبوک بسیار زیاد ولی به تلگرام هم باید رسید از علی رضا میخونم که میگه که به جای ایزوله 300 هزار بسیجی لیس زن زریح را جمهوری اسلامی به درب خانها اعزام خواهد نمود و درباره همین باز هم کرونا از حمید بخونم که میگه که از کانادا نشه میگه آیا فکر نمی کنید که باید مسئولین شرکت هواپیمایی ماهان و هواپیمایی کشوری را به خاطر جنایت واردات عمدی ویروس کرونا از دید او از چین به ایران به دادگاه های بین المللی کشید که این چنین مردم ایران و جهان را به کام مرگ کشانده تا امروز ایران به چهارده کشور جهان صادرات ویروس داشته این رو همید از کانادا میگه و یک موضوع دیگر رو هم بگم از حامد درباره انتخابات اسرائیل میگه که احتمالا بالای احتمال بالای پیروزی نتانیاهو در کنار قدرت یافتن مجدد ترامپ و جانسون نشان میدهد که ایران نیازمند الگو و رویکرد تعامل و تفاهم جدیدی با این مجموع کشور هاست و سیاست های قدیم دیگر پاسخگو نخواهد بود نظر حامد بود اگه فرصت شد برمیگردیم به پیام های شما فعلا بریم سراغ جهان ورزش خبرهای ورزشی امروز رو از نامی آغاز کنیم که فدراسیون بین فوتبال فیفا به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده با تاکید بر این موضع خود که انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نباید روز 25 اسفند و پیش از تغییر اساس این نهاد ورزشی ایران برگزار شود پوریا شافره به نظر می که وارد یک بمبت شدیم خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران که این خبر رو زودتر از بقیه به نظر میرسه که این نامه به دستش رسیده بود منتشر کرد بعد یه مقدار موضع خودش رو عوض کرد و یک مصاحبه هم از ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال گفته که دیروز به فیفا در واقع پاسخ دادن دارن پاسخ رو حاضر میکنن تا انتخابات رو در مورد مقرر برگزار بکنن ولی که مشکل اینجاست که آقای شکوری و همینطور هیدر بهاروند که اونم سرپرست ریاست فدراسیون هست اصلا از نظر فیفا جایگاه قانونی ندارن یعنی ما الان داریم برمیگردیم به ماجرای سال 2006 وقتی که محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود فوتبال ایران تعلیق شد به خاطر دخالت های دولت محمود احمدی نژاد در اون زمان و اگه یادتون باشه اون موقع یک کمیته انتقالی تشکیل شد که یکی از معتمدین صفای فرهانی بود که جزء رؤسای فدراسیونی بود که در فیفا براش احترام بیشتری قائل بودند و از او خواستن تا افرادی رو معرفی بکنه و کمیته انتقالی بیاد تصمیم بگیره و همینطور اساسنامه رو تغییر دادن ولی که از سال 90 تا به حال ما الان 8 سال هستش که توی این حالت بنبست گیر کردیم و به نظر میرسه که بیشتر از این نمیشه ادامه داد و از جهتی هم این ویروس کرونا اومدنش به نظر میرسه که با جلسه ای که به زودی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میکنه و مشاوره فیفا رو هم در اون گوش خواهد کرد به نظر میرسه که بازی انتخابی جام جهانی عقب بیفتن و از این جهت به خاطر وضعیت بغرنج تیم ملی که به نظر میاد کار بسیار سختی بررستن به جام جهانی داره یک مقدار فشار از روی این نفرات برداشته میشه میتونن کنار برن یا میتونن راه رو باز بکنن برای اینکه این اساسنامه تغییر بکنه و از این حالت بنبست خارج بشه به نظر میاد که فیفا راضی نیستش که با این افرادی که فعلا در فدراسیون فوتبال حضور دارن بخواد کار بکنه و خبری هم داریم درباره مسابقه امروز تیم های لیورپول و چلسی در جام حذفی انگلستان پویا چلسی و لیورپول بهتره که بگیم ولی کن چیزی که خیلی سر و صدا کرده مصاحبه مطبوعاتی یورگن کلوپ مربی لیورپول هست که گفته که بازیکنان او و هوادارانشون در مورد اینکه اگه که ویروس کرونا باعث بشه که قهرمانی لیورپول عقب بیفته یا دوچار مسئله بشه نگرانی ندارن بحثی هستش که مطرحه ولی کن تصور میکنه که در یک مقطعی از این ویروس خلاص خواهند شد و برمیگرده به اوضاع عادی و لیورپول بعد از سی سال میتونه دوباره قهرمان انگلیس بشه کاربری با امضای بلو بوی نوشت که این ماجرای سرکشی به خانه ها و تست کردن خانه به خانه برای کرونا نه تنها باعث آرامش خاطر ما نشده که حتی استرس و نگرانی ما رو خیلی بیشتر هم کرده چون اون کسایی که میخوان خانه به خانه برن و مردم رو تست بکنن اونا خودشون میتونن ناقل ویروس باشن و با وسایل آلوده باعث انتقال ویروس به دیگران بشن مخصوصا چون این کارو بسیج انجام میده و قطعا هیچ آموزشی ندیدن و احتمال اشتباه دارن ما قطعا از همچین تستی استقبال نمیکنیم و در رو به روی اونها باز نمی چون به فکر سلامتی خودمون هستیم نظر بلو بای بود و ما ایستگاه آخر استشنبه ها دو کتاب تازه دیگر از ایران به روایت مسعود بهنود و نویسنده هاشون باس سفاری شاعر سرشناستی است ایشون متولد حدود سالهای سی هست در یست و در همون زمانهای قبل از انقلاب خدمت سربازی رفت و بعد هم مشغول به کار در بهداری شد و خلاصه معلوم نشد که در تابستان 76 چه اتفاقی افتاد در معلوم شد اون همسالیست که دوم خورداد بود و ایشون به قصد ادامه تحصیل رفت به غرب و رفت به کالیفرنیا ولی در همه این سالها اون کار اصلی رو که کارش بود یعنی شعر رو رها نکرد و رفته بود که در به خانه و برگرده ولی مون و این موندن باعث نشد که جای پاش از ایران پاک بشه اول یک دو سالی کتابهاش رو در کالیفرنیا چاپ کرد و بعد از اون ندیگه کتاب ها چاپ شد در ایران و اول بار سال 81 چاپ شد و بعد از اون هم انتشارات مرواری و انتشارات دیگه چاپ کردن کتاب رو تا رسیدیم به آخرینش که نشر چشمه چاپ کرد پشیمانم کن چنان که میدونم بعضی از این کتاب ها مثل کبریت خیست که اونم یه مجموعه شعر بود به چاپ نهم رسیده و بسیار پرفروش است ایشون شاعر پرفروشی است اصولا غیر از اینکه مجموعه ای از خاطرات و تکنگاری هاش را که چند سال پیش چاپ کرد اون هم خیلی خوانده شد و حتی مجموعه شعر دیگری مثل مثل جوهر در آب برنده جایزه شعر خبرنگاران هم شد با هم گوش بدیم به یکی از شعرهای مجموعه پشیمانم کن با صدای شاعر عباس سفاری در این شب جای زلگناه و در این دقایقی که بیوقفه دارد به تحویل سال نزدیک می شود و در این لحظه که از ملکوت اعلاق هیچ ناظری بالای سرمان نیست بیا پایمان را از گلیم تنگی که برایمان بافتند فراتر بگذاریم ما دو نفر هیچ کاره را اصلا چه کار به کائنات و کار جهان این پنجره نامحرم را می توانیم به فتوای عقل سلیم ببندیم و بازگردیم گردیم به آن لحظه پرتنش در بهشت و نخستین باری که دهانمان طعم آتش را در بوسه های آغشته به عطر سیب و گندم تجربه کردند گناهی که نیاز به توبه نداشته باشد عین ثواب است بیا پرده های اتاق من را به روی زمان و زمانه ببندیم و آنقدر در هم غرق شویم که تفکیک ناپذیر و بیکرانه شود کالبدهای قفسوارمان اگر بگم که در چند ماهه گذشته که هر ماه به طور متوسط چهار تا یا پنج تا رمان رو و تعدادی قصه های کوتاه رو میخونم دو تا رمان خواندم که خیلی به دلم نشسته و اگر فرض بر انتخاب بود انتخاب من بود یکیش همین کتابی است که الان میخوام بگم سومین مجموعه داستانی است که مهدی افروزمنش نوشته و عنوانش هست باران در مترو افروزمنش متولد زمان انقلابه رمان نویس است و از مطبوعات شروع کرد و همیشه در مطبوعات گزارش نویس بسیار خوبی بود اولین بار سال 93 بود که با رمان تاول وارد صحنه رمان نویسی شد خیلی اون قصه گرفت محله هست محله فلاح تهران که کسایی که تهرانی هستن میشناسند و اونجاست که عشقها میگذره در محله و در عین حال دهه شست رو دهه معروف شست رو با همه قمهاش و با همه زندگی که یک نوجوان یا جوانی میتونه در اونجا کرده باشه رد و پای پررنگی است از زندگی و مرگ و حالا رسیده است به کتاب جدید باران در مترو که به نظر من دیگه حالا اوج پختگی مهدی افروزمنش هست و به این ترتیب با سه تا کتاب میتونیم بگوییم به زبان قطعی که مهدی افروزمنش قبلا روزنامه نویس فعلا رمان نویس یکی از معتبرترین قصه نویسان ایران هست با هم گوش کنیم از بخشی از کتاب باران در مترو با صدای مهدی افروزمنش بار اول معصوم از ته کوچه باغ میامد آمدن نه سر میخورد میخرامید می و بدون اینکه بخواهد با هر قلمش میرفت توی دلم چادر مشکیش اسیر دست باد بود و من توی یک لحظه همه چیزم را به او که نمیشناختمش باختم می دیدمش که می آمد احتمالا آخرین جهش قبل از مردن بود خواستم بگویم که نیا که ناصر اینجاست باد می آمد. کوچه باغ پر بود از برک های پاییزی ناصر نشسته بود روی صندلی و سیگار میکشید دودش بالا می رد. شیری رنگ مثل مه معصومه می آمد. چادرش توی باد تکان میخورد نباید می آمد. ناصر می کشتش. خواستم بگویم نیا ناصر گفت چی؟ از صورتش مچاله شد نه چین دور چشم چپ و ششتا دور چشم راستش افتاد خلتشن ها پشتش بودند معصوم بینشان بود اما نمیدیدندش من هم فقط نصفه بالاش را میدیدم گفتی باقیش توی فرو رفته باشد کوچه باغ از برگ پر بود چشم های معصوم سگ داشت نگاه کردم نگاه کرد نگاه کردم نگاه کرد گفت چیه؟ گفتم هیچی گفت مثل بز نگاه میکنی باید میگفتم آره من بزم و میرفتم اما نگفتم و دوباره نگاهش کردم سه سال قبل بود رد شد ماتم برده بود باد زیر چادرش میزد برک ها قرچ قرچ روی زمین بازی میکردن جعفر روی دیوار نشسته بود ما را نگاه میکرد خونم جوش آمده بود معصوم سرش را برگرداند نگاه هم کرد خندید نباید میخندید اما خندید دلم هر ریخ قلبم ری. شکست نباید میخندید شیطنت تو صورتش موج میزد موهام کز شد خندیدم خندید خندیدم نخندید گفت هیز بعدش خندید بعد رفت پاهام سوز شده بود جعفر پرید پایین تالاب خودش را پرت کرد میشناسیدش گفتم نه جای قدم هاش روی برگ ها بود گفت خره این خواهر ناصر گاویه گفتم برو خودت راست گل کن نه بابا گدا ناصر آبجیش کجا بود گفت به مولا ننم میگفت میگن از زن سیغه غلام شاطره ننش مرده کس و کار نداشته از شهر سونو بردنش باید میگفتم من بمیرم و همانجا همه چیز را چال میکردم آخر قابت دست درازی به ناموس ناصر را میدانستم اما چال نکردم به جاش گفتم آبجی ناصر ها اینجا رسیدیم به پایان مرور دو کتاب هفته از ایران با مسعود بهنود و همینطور پایان ساعت اول چشم انداز بامدادی سهشنبه سیزدهم اسفند 1398 سوم مارس 2020 سپاس فراوان از همراهی شما به همراه محمد سباهی که تهیه کننده امروز برنامه است و همینطور فرج بالافکن و همکاران دیگر من داریش رجبیان از همراهی تک تک شما سپاس گذارم